حل میکنم، تستای مراجع رو حل میکنم، تستایی که دیگران بهشون دسترسی ندارن، تستای تعلیفی رو حل خواهم کرد، تستای نابی رو برای دانشجو حل خواهم کرد. و حالا دانشجو اگر مشکلی داره روی تستی، حتی اگه تست ساده ای هست میتونه بپرسه، یا یه تستی یه جایی یه مشکل داره میتونه بپرسه، در حین حل تست هم میتونه شما تمام سوالاتتون رو از من بپرسید. و بنابراین به این شکل هستش. آخه شنیدم که پشت سر من صحبت کردن، گفتن که قراره تک تک تست های عالم هستی رو من حل کنم. به این شکل نخواهد، اگه لازم باشه و دانشجو بخواد قطعا این کار رو خواهم کرد با افتخار. خب سلام استاد، میشه لطفا منابع مهندسی نرم افزار رو معرفی کنید؟ در سایت منابع هستش، کتاب پارسه خوبه، مدرسان شریف هم خوبه. سال قبل ما رو بدبخت کردی دروغو، ایشون از همون دوستانی هستن که عجیب شدن اومدن، احتمالا شاید خود یکی از همین اساتید باشن. خب دانشجوی من مشخصن، رتبه ها مشخصه، آیدی هاشون مشخصه، بالای 95% از کلاس های من راضی بودن و بیشترین دانشجوی کشور ما داشتیم پارسال. خب این که دیگه طبیعی شده این داستان ها و این پیام ها، ولی خب نمیتونید با من رقابت کنید، بهتر است این کاراتون رو در اینجا انجام ندید. فیلم ها موجود هستش بچه ها، فیلم های من و اساتید دیگه و بورس جزوه من و اساتید دیگه موجود هستش، مشخص هستش که من تو 2 ساعت چقدر درس میدم، چه جوری درس میدم، دیگران در 2 ساعت چقدر درس میدم، پرفورمنس به چه شکل هستش. خب این که میگین چند تا درس، برای دیگه بیشتر از این وارد حاشیه نمیشم، این صحبت ها رو میذارم برای خودشون و آدم های شکست خورده باقی بمونه. خب نقطه تست شما فوق العاده هست، مرسی، متشکرم، لطف دارید. خب ایشون رو حذف کنید، تیم پشتیبانی. خب عالی، نقطه تست شما عالیه، متشکرم، لطف داری. استاد حالا که پاکی چه منتی میخواد که متکل لطفه. من یه جمله معروفی دارم، این جمله رو اینجا بگم، من همیشه این عقیده زندگیم هستش که آدم باید جوری زندگی کنه که اگر پشت سر آدم هم صحبت کردن کسی باور نکنه. برای همین من پاسخ این داستان ها و این کارها رو ندادم و هر چقدرم رفتن آدم اجیر کردم و در گروه ها و فضای مجازی بر ضد من تبلیغ میکنن، من وقت خودم رو به این کارها سپری نمیکنم. اینها مال همون استادهای چیپ هستش که تمام زندگیشون تو این هستش. من ترجیح میدم به جای که هزینه زمانی کنم روی این داستان، برم کارهای دیگه انجام بدم که مفید واقع بشه، مثل همین گروه تخصصی که راه انداختم، مثل سورپرایز دیگه که چند روز دیگه براتون دارم که باور نکردنی خواهد. واقعا مدار منطقی رو خیلی فوق العاده درس میدید، متشکرم، لطف دارید. فرافکنی چیزی رو حل نمیکنه، اهمیت ده. نه اهمیت نمیدم. خب خودشون رو خراب میکنن با این کاراشون، کاملا مشخص هستن چه کسانی هستن، همون کسانی که کلا زندگی منو دارن فتوکپی میکنن. خیلی خوب فهمیدم مدار رو طوری تدریس میکنید، انقدر پیام ها زیاد هستش، مدار رو طوری تدریس میکنید که حتی ضعیف ترین دانشجوها هم میفهمه، لطف دارید شما. خب این آزیر هم ما فکر میکنم باید اخراج کنیم، با اسم کوچیک دفعه آخرتون باشه که منو صدا میکنید. خب ما خودمون چشم و گوشمون بازه استاد شما. خیلی خوشحالم که اینقدر دانشجو فهمیده داریم در کشور و خود دانشجوها همه چیز رو میفهمن و خود شما جواب اینها رو میدید، نیازی نیست که اصلا من صحبت کنم. ویدیو هم شب رو بذارید لطفا، من دیر رسیدم، حتما براتون قرار میدیم. خب آیا امین استاد، بنده کارمند هستم، در روز 5 تا 6 ساعت وقت آزاد دارم، چجور از این تایم به این استفاده کنم؟ یک تایم مشابه رایگان بگیرید، در خدمتتون هستم، چون هر کسی متفاوت هستش. خب اگر استاد شما فصلی درس میدید؟ بله فصلی هم درس میدیم، به طور فصلی هم تست میزنیم و امسال بالاترین رتبه کشور رو ما در اختیار خواهیم داشت. این قول رو بهتون میدم که چندین تا رتبه بسیار بسیار تاپ رو ما امسال خواهیم داشت. پارسال با اینکه ما خیلی خیلی دیر شروع کردیم، فکر میکنم ما آخرای آذر شروع کردیم، ولی با این همه بیشترین تعداد دانشجوی کشور رو من داشتم و
رایگه biển đi bữa mới mít một tí nữa ăn 40 phút rồi 20 phút nữa là được.